بیایید یکم از قوه تخیل اون استفاده کنیم. چه اتفاقی میفته اگه خورشید ناگهان ناپدید بشه به مدت یک ساعت، یک هفته یا اصلا برای یک سال؟ چه اتفاقی برای بشر میفته؟ آخرین فوتون‌های نوری که از سطح خورشید ساده شده بودند و همچنین آخرین ذراتی که بادهای خورشیدی رو تشکیل میدادند، سفر پایانی رو به زمین آغاز کرد. با اینکه دقایقی از محو شدن خورشید گذشته، هنوز کسی متوجه این موضوع نشده، چون بیش از 8 دقیقه طول میکشه نور خورشید به زمین برسه و پس از اون ناگهان آسمان خاموش میشه و تاریکی کل سیاره ما رو فرا میگیره. فرقی نداره کجای زمین باشید، همه جا در تاریکی محض فرو رفته و خبری هم از مهتاب نیست. شما سریعاً و به سادگی متوجه تفاوت غیرعادی تو آسمان میشید. تمام ستارگان در برابر سیاهی مطلق آسمان به وضوح قابل رؤیتند. حالا دیگه ماه قابل مشاهده نیست، چرا که دیگه خورشیدی وجود نداره که ماه بخواد نورش منعکس کنه. درست یک لحظه قبل از هجوم تاریکی مطلق، ممکنه تمام ساکنان زمین شاهد شفق قطبی باشن که دلیلش تغییرات ناگهانی میدان مغناطیسی زمین و آشفتگی لایه یونوسفر است. و اما وحشتناک‌ترین پیامد ناپدید شدن خورشید، توقف کامل عمل فتوسنتز در زمین، و این یعنی گیاهان و سیانوباکترها دیگه قادر به تولید اکسیژن نیستن. این توقف خیلی زود باعث ایجاد مشکلات بزرگی برای هر موجود زنده میشه. در عرض یک ساعت در مناطقی از زمین که موقع ناپدید شدن خورشید روز بود، وحشت شدید حاکم میشه. برق و ارتباطات در سراسر زمین قطع میشه. افت شدید دما در همه جا مشاهده میشه و سطح زمین به آرامی شروع به سرد شدن میکنه، اما همچنان از درون توسط هسته مذاب خودش گرم میشه. حالا 24 ساعت گذشته و هنوز خورشید طلوع نکرده و قرارم نیست طلوع کنه. وحشت و آشوب در سراسر جهان گسترش پیدا کرده. قدرت‌های منطقه‌ای نمیتونن هیچ کنترلی بر شرایط داشته باشن. بشر دیوانه‌وار تلاش میکنه علت واقعه رو پیدا کنه. در حالی که داریم با افت شدید منابع انرژی و آب مقابله میکنیم، دمای سطح زمین به 5 الی 7 درجه سانتیگراد میرسه و به سرعت 15 الی 20 درجه دیگه هم کاهش دما خواهیم داشت. حالا مرگ برخی از گونه‌های گیاهی و میکروارگانیسمی آغاز شده. وارثان اقیانوس‌ها هنوز تقریباً هیچ تغییری احساس نکردند. بعد از 7 روز تاریکی مطلق، میانگین دمای زمین به منفی 17 درجه سانتیگراد رسید. به لطف انرژی زمین گرمایی، مناطقی که گسل‌های تکتونیک و فعال دارن هنوزم گرمن و سطحشون منجمد نشده. حالا دیگه اکثر گیاهان بر اثر سرما و عدم وجود نور از بین رفتن. ناقوس مرگ حیوانات گرمادوز و گیاهخواران نیز به صدا در اومده. در اقیانوس‌ها نیز نابودی گسترده فیتوپلانکتون‌ها آغاز شده. ساکنین آب‌های کم عمق هم به شدت از سرما رنج می‌برند و سطح اقیانوس‌ها شروع به یخ زدن دارد. تا حالا دیگه دانشمندا و دیگر افراد پی بردن که چه اتفاقی افتاده و به سرعت در حال ایجاد و تجهیز پناهگاه‌ها هستند. یک ماه گذشته و همچنان زمین به سرد شدن ادامه دارد. میانگین دمای سطح زمین به منفی 30 درجه سانتیگراد رسیده و تقریبا تمام سطح زمین با یخ پوشیده شده. تمام گیاهان و سیانوباکترهای زمین از بین رفتن. فقط برخی از گونه‌های درختان به خصوص کاج‌ها باقی موندن. اما عدم وجود نور خورشید اونها رو هم از تولید اکسیژن ناتوان کرده. در واقع اکثر گونه‌های جانوری هم از بین رفتن، اما برخی از باکتری‌ها هنوز دارن به فعالیت نرمال خودشون ادامه میدن. اکثر موجوداتی که باقی موندن اطراف گسل‌های فعال زمین و درون اقیانوس‌ها قرار دارن. در واقع یخ موجود بر سطح اقیانوس‌ها مانند یک عایق باعث میشه آب‌های زیرین دیرتر سرد بشن و در مناطقی که گسل‌های تکتونیک اقیانوسی و انرژی زمین گرمایی وجود داره آب هنوز گرمه. اما حتی در اقیانوس‌ها انقراض بزرگ آغاز شده. پس از یک سال سطح زمین و اقیانوس‌ها با لایه‌های بسیار ضخیم یخ پوشیده شد. بر اساس تحقیقات پروفسور دیوید استیونسون، احتمالاً در اون زمان دمای زمین به منفی 40 درجه سانتیگراد رسیده. حالا دیگه زندگی فقط در عمیق‌ترین آب‌های اقیانوس وجود داره. و شاید هم گروه‌های کوچکی از انسان‌ها تونستن روی برخی سطوح زمین زنده بمونن. احتمالاً در مناطقی مانند ایسلند که دارای فعالیت‌های زمین‌گرمایی زیادی هستند.
پروفسور استیونسون معتقده که زمین تا هزاران سال به سرد شدن خودش ادامه میده، تا جایی که دمای سطح زمین به حدود 160 درجه سانتیگراد زیر صفر میرسه. در اون زمان زندگی بر روی زمین به اون صورت که ما میشناسیم کاملا غیر ممکن خواهد شد. در ضمن جاذبه خورشید رو فراموش نکنید، چون زمانی که خورشید نباشه جاذبهش هم نخواهد. اگر این جاذبه از بین بره، تمام سیارات و سیارک‌ها از مدارشون خارج و به سمت اعماق فضا پرتاب میشن. حتی بعضی از اونا ممکنه به همدیگه برخورد کنن. زمین به تنهایی در اعماق فضا پرواز خواهد کرد، جایی که ممکنه با سیارک‌ها، دنباله‌دارها و تشعشعات کیهانی بمبارون بشه و یا با دیگر سیاره ها برخورده و حتی در نهایت در دام یک سیاه چاله بیفته و برای همیشه محو بشه. البته یک احتمال خیلی کم هم وجود داره که بعد از سفری بسیار طولانی در فضا، زمین در یک منظومه دیگه ثابت بشه و یک خورشید جدید پیدا کنه. به هر حال در نهایت اینها یک داستان علمی تخیلی یا شاید هم یه جور تئوری علمی باشه. چیزی که بیشتر برای آینده خورشید محتمل هست اینه که بعد از چند میلیارد سال خورشید متورم و تبدیل به یک غول سرخ میشه. خورشید ما ابتدا عطارد و سپس زهره رو میبره. دمای سطح زمین و مریخ به چندین هزار درجه سانتیگراد میرسه. پس از 5 میلیارد سال خورشید منفجر میشه و لایه خارجی خودش رو به بیرون پرتاب میکنه و هسته‌اش به مرور سرد میشه و تنها چیزی که از خورشید ما باقی میمونه یک کتوله سفیده. ولی هنوز سرنوشت خورشید برای بشر به طور کامل مشخص نیست. امیدوارم در اون زمان به فناوری پرواز به منظومه های دیگه دست رفته باشیم. اما به هر حال حالا لازم نیست نگران اون موضوع.